بعضی از ستاره ها هستن که تاریخ مصرف ندارن. هیچ نسلی و هیچ زمانی رو نمیشه به اونها محدود کرد. سالیان سال میگذره، حتی ممکنه فعالیتی نداشته باشن، حتی ممکنه در انظار هم دیده نشن، ولی اونقدر تأثیر عمیقی در قلب مخاطب ایجاد میکنن که نه تنها شما تصویر اونها رو در ذهن دارید، بلکه نسلهای بعدی هم اونها رو میشناسن. پوری بنایی یکی از این ستاره های قبل انقلاب بود. سلام دوستان، من مهسا هستم، به کانال خودتون حواشی هنرمندان خوش اومدید. امروز راجع به عشق آتشین پوری بنایی با بهروز وثوقی میخواییم صحبت کنیم و عشق نافرجامشون که باعث شد پوری سالیان سال تنها بمونه و دیگه ازدواج نکنه. ماجرای نامزدی پوری بنایی و بهروز وثوقی یک درام تراژدیک بود. بعد از چند سال عشق آتشین کم کم رابطه این زوج بازیگر سرد شد. وقتی خبرنگار مجله اطلاعات بانوان از پوری بنایی درباره ارتباط نامزدش با خانم گوگوش سوال میکنه، پوری بنایی با بغضی که در صدا داره میگه گوگوش و بهروز منو غافلگیر کردن. من 12 سال برای گوگوش خواهر، دوست و همه چیز بودم. حالا که اون اینطور کرد، جز سکوت چیزی نمیتونم بگم. چند سالی بود که پوری و بهروز با هم نامزد بودند و قرار ازدواج گذاشته بودند. عشق آتشین این دو زبانزد خاص عام بود تا اینکه سر و کله فائقه آتشین پیدا شد. گوگوش در دوران نامزدی پوری و بهروز درگیر مسائل طلاق از همسرش محمود قربانی بود و حتی در این خصوص از بهروز هم کمک‌های زیادی گرفت. خانم گوگوش با رفت و آمداش رابطه نامشروعی را با آقای وثوقی شروع می‌کنه، رابطه‌ای که سرانجامش به هم خوردن زندگی پوری با بهروزه. گوگوش و وثوقی که درگیر یک عشق آتشین بودن سریع ازدواج میکنن، ولی مشکلاتشون از همون دوران ماه عسلشون شروع میشه و ازدواج پر سر و صدای اونها فقط 1 سال دوام میاره و بعد از خیانت گوگوش به بهروز با عشق تازش داریوش اقبالی اونها طلاق میگیرن. وثوقی که به شدت پشیمون بوده بر میگرده تا با پوری بنایی آشتی کنه، اما پوری اونو نمیپذیره. بهروزم قبل از انقلاب همه اموالش رو میفروشه و وطن رو ترک میکنه. پوری بنایی هم در ایران موند و هیچ وقت ازدواج نکرد. وقتی به عقب برمیگردیم میبینیم که رابطه گوگوش و پوری بنایی پیش از این ماجرا چقدر صمیمی و دوستانه بود. خود پوری در این باره میگه در حین فیلم برداری در فیلم عروس فرنگی با گوگوش آشنا شدم کنار استخر. از اون روز خیلی با هم دیگه دوستای صمیمی شدیم، به طوری که تمام سیسمونی های کامبیز رو من براش خریدم. 47 سال از اون روزها میگذره و پوری بنایی هنوزم که هنوزه ازدواج نکرده. دیگه هرگز نتونست عشق کس دیگه‌ای به جز بهروز رو به قلبش راه بده. 11 سال پیش در مصاحبه رادیویی گفته بود من فکر میکنم قسمت من با آقای وثوقی نبود. با خاطرات خوبی که با ایشون داشتم زندم و زندگی میکنم و هیچ وقت نمیگم که مقصر گوگوش بود یا بهروز. خواست خدا اینطور بود. ولی به تازگی پوری بنایی در اینستاگرامش پستی دو پهلو منتشر کرد. تصویری از فیلم قیصر با بازی خودش در مقابل بهروز وثوقی ارسال کرده و در کپشن هم بخشی از مکالمه قیصر رو بیان کرده. گویی می‌خواسته این حرفا رو از زبان بهروز وثوقی خودش بیان کنه و پای گوگوش رقیب عشقیش رو ماهرانه چنان در این پست باز کرده که در عین سکوت فریاد می‌زنه هان مردم، بدانید و بفهمید که زنی زندگی زن دیگری را دزدید. من لیاقت زن بودن برای این زندگی رو داشتم، ولی نذاشتن. این زندگی رو از من رو بود. پوری بنایی در کپشن این عکس می نویسه تو دختر خوبی هستی. این که میگم نه از این بابت که تو بد بودی و تو خطایی کردی، نه. من لیاقت خون زندگی که بخوام درست کنم نه این که ندارم، ازم گرفته شد. تقریباً 4 سال از شکست عشقی پوری بنایی گذشته بود که در دلنوشته‌ای برای بهروز گفته بود حقیقت تلخ است، ولی من بیگانگی را در چشمان بهروز خواندم. در خداحافظ تهران به بهروز دل باختم و از زمانی که از سفر آمریکا بازگشتم او با هدیه آوردن یک حلقه زرد مرا به نامزدی خیش برگزید. پس از آن دوران پرشکوه عشق ما آغاز شد. زندگی من و بهروز آرام و بی صدا در هم می لغزید
با هم آمیخته می شد و زیبایی می آفرید. اون روزها خیلی عاشق بودم. خیلی صمیمانه و با تمام وجودم مهر می ورزیدم و تصور می کردم زندگی همیشه همین گونه باقی می مونه. نمی دونم شاید هم کمی ساده دل بودم و تنین قلب ها رو با آوای قلب های یکسان می دیدم. یا شاید هم در تمامی آن روزها تنها خودم را فریب می دادم. اما نه. آن عشق، آن دیوانگی ها نمی توانست فریب باشد. من بهروز را می پرستیدم و او هم با عشقی عمیق مرا سرشار از شادمانی می ساخت. من عاشق شده بودم. بله، تنها می توانم همین را بگویم. من با تمام وجود عاشق بودم. پوری بنایی رو تنها از دید بهروز می دیدم. بهروز که این سو و آن سو در فیلم های گوناگون ظاهر می شد و از فرسنگ ها راه دور، برایم می نوشت پوری جان خوشحال باش که در این سوی دنیا مردی هست که با تمام وجود تو را دوست دارد. نمی دانم چرا اینها را می نویسم و چرا نمی توانم به افکارم سامان بدهم. شاید برای این که این عشق، این جدایی و این همه جنجال مرا تا سرحد مرگ خسته کرده و یا شاید هم به این علت که اینک ما بار دیگر در آستانه 4 آبان قرار گرفتیم و من پلک هایم را که برهم می فشارم دوباره به آن 4 سال پیش برمی گردم، به آن روزهایی که خداحافظ تهران را فیلم برداری می کردند و بهروز برای این که من از سرما در امان باشم کتش را روی شانم می انداخت. در آستانه پاییزی که از راه رسیده و زمستانی دردناک به دنبال خواهد آورد، من به 4 آبان می اندیشم، به وقتی که برابر بهروز نشستم و به او گفتم آقای وسوقی، من شما را دوست دارم و با اینکه دیگر ما اکنون 2 دوست ساده هستیم و از آن همه دوست داشتن دیگر خبری نیست، او به گوش من نمی خواند که خانم بنایی، شما زن ایدئال من هستید و من نمی توانم بگویم می دانید آقای وسوقی دوستتان دارم. خب دوستان، نظر شما چیه در مورد این عشق نافرجام؟ لطفاً برامون کامنت کنید. از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید ازتون سپاسگزاریم. اگر که ما رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید.